ای اهورا، صدای تو سبزینه آن گیاهی است که در انتهای اندوه از دل سنگ می‌روید. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما فرهیختگان. دوستان گرامی، در رابطه با جوغن مطمئناً مطالب بسیاری رو خوندید و شنیدید، اما جوغنی رو میخوام به شما معرفی بکنم که مطمئن باشید این جوغن جدای از آیینی و اعتقادی بودن و کاربردی بودن، دوستان گرامی، مستقیم به دفینه ارتباط داره. معمولا جوغنها، دوستان گرامی، به بار و دفینه ارتباط ندارن و همونطور که ما الان بر روی مزار عزیزانمون شمع روشن میکنیم، این جوغنها رو طبق آیین و سنت و رسوم بر روی سنگها میتراشیدن و درون اون روغن میریختن و روشن میکردن و یاد و خاطره عزیزشون رو گرامی میداشتن. جوغنهای دیگه هم داریم، کاربردی هستن و جوغنهای دیگه رو داریم برای کوبیدن غلات و موارد بسیار بسیار زیادی هست، اما جوغنی که مستقیم به بار و دفینه ربط داشته باشه، دوستان گرامی، جوغنی هست که از سر تا ته اون باز باشه و وقتی شما از بالا نگاه میکنید، شما از داخل اون سنگ خاک اون زمین رو بتونید ببینید، بتونید مشاهده بکنید. یعنی سنگی بر روی زمین قرار گرفته، جوغنی از بالا تا پایین کاملا سوراخ هست و وقتی شما از بالا نگاه بکنید کاملا کف زمین رو میبینید. اون جوغن، دوستان گرامی، دقیقا به بار و دفینه ارتباط داره و همون مکانی که شما از بالا اون پایین رو میبینید، همونجا میتونه برای شما اثرده باشه. پس دوستان گرامی، به دنبال جوغن نباشید. جوغنها بسیار بسیار خاص هستند و 99% جوغنها کاربردی هستند، آیینی هستند، اعتقادی هستند، کروکی منطقه هستند و و و. پس یادتون باشه جوغنی که عرض کردم خدمتتون فقط مخصوص بار و دفینه است و مطمئنن اگر جوغن از بالا تا پایین کاملا دیده بشه، اون جوغن میتونه برای شما مفید واقع بشه و دقیقا هدف شما در همون مکان باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کوچیک بزرگی همه شما، رضا ابراهیمی هستم، امضای خداپای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان، حق نگهدار.